ارمغان صبح شما بیننده هستین. حالا با ما آقای بهاءالدین بقایی استاد دانشگاه است که در مورد نشست استانبول ترکیه صحبت میکنیم که قرار است در 27 ماه اپریل 2021 در استانبول برگزار شود. صبحتان بخیر استاد، خوش آمدید به برنامه. تشکر، صبح شما بخیر، سلام به شما بینندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستیم انشاءالله. این نشست ترکیه چه سودی به افغانستان خواهد داشت؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب مجدد. بدون شک نشست استانبول یا نشست در ترکیه، کشور اسلامی مطرح در کشورهای اسلامی، در میان کشورهای اسلامی در جهان حتی، خیلی مهم هست در سرنوشت تاریخی افغانستان، بخصوص در این جنگ 42 ساله کم و بیش، و بخصوص حضور آمریکا در افغانستان و جنگ میان طالب ها گروه خشونتگرا عمدتا نظامی و بالاخره حکومتی که موقتا نیمبند، مشروعیتش نیمبند است و جریان های سیاسی و احزاب سیاسی، بدون شک برای مردم افغانستان خیلی مهم و سرنوشت ساز است. و تا جایی که دیده میشه این نشست متفاوت تر از نشست های گذشته خواهد بود و انشاءالله که نظر به امید مردم افغانستان، انتظار مردم افغانستان، کشورهای مطرح درگیر در قضای جنگ و صلح افغانستان و کشورهای حامی دولت افغانستان یا دوست افغانستان و عمدتاً اعضاب گروه های سیاسی در واقع همه در این نشست حضور دارند و بنابراین فشارهای کم عمدتاً از طرف کشورها بالای مخالفین یا طالبها، گروه طالبها وجود داره فکر میکنم، و همینطور فشارهایی که بالای حکومت افغانستان اینجا ادامه داره و خواست احزاب جریان‌های سیاسی فکر میکنم به عنوان یک شهروند آگاه، به عنوان یک کسی که جامعه شناسی صلح جنگ افغانستان را میتونم نسبتاً تحلیل بکنم، یک نشست قابل انتظار است که مفید بوده باشه و خیلی از مسائل اختلافی حل بشه و گروه ها و گروه های درگیر نظامی و سیاسی، طرف های سیاسی در افغانستان بالاخره بالای یک توافق کلی که مثلا تامین صلح در افغانستان بوده باشه، مشارکت ملی در افغانستان بوده باشه، مشارکت سیاسی و اقتصادی در زمین های گوناگون، و یک پیام خوبی هست و انتظارات که مردم داره یک بررسی خوبی میشه از این نشست. آقای بقایی، قرار بود این نشست در 10 ماه اپریل برگزار شود، ولی بنابر خواست ها و همچنان امو اقداماتی که از طرف گروه طالبان صورت گرفته به تعویق انداخته شد. چی فکر میکنین؟ آیا باز هم نتیجه مثل نشست های دوحه و کشورهای دیگر که برگزار شد این رقم نتیجه خواهد داشت؟ فکر نمی کنم. نظر به شرایط و وضعیتی که تحلیل میشه و پیش بینی میکنه هم تحلیلگران سیاسی و کارشناسان روابط بین الملل، جامعه شناسان جنگ و صلح افغانستان در واقع، و امروز همه درگیر امی گفتمان صلح هستند، همه انتظار دارن صلح بیاید، هرچند که طالب ها یک گروه تمامتخواه هستند، اما پشتوانان بیرونی ایشان عمدتا پاکستان و کشورهای دیگه مانند روسیه اینا فکر میکنم بالایشان فشار آورده و یک اندازه هم که به تعویق افتاده احساس میشه که اونا باید از خواسته هایی که بیشتر افزون خواهی بوده عقب نشینی بکنه در اینجا. و دلیل دیگه که به تعویق افتاده فکر میکنم که مشارکت همه اقوام و گروه های سیاسی و احزاب سیاسی، احزاب سیاسی مطرح در واقع مانند جمعیت اسلامی افغانستان، جنبش ملی اسلامی افغانستان و گروه های جهادی دیگه، همه در اینجا به نحوی درگیر هستند در جنگ و صلح افغانستان، اینا باید مشارکت داشته باشند، خدا نخواسته در اینجا کسی بیرون نماند از این گفتمان صلح، تا ای که همه در به یک گرد یک میز بیاین و حرف هم دیگر بشنوند و از خواسته های بیشترشان عقب نشینی بکنن و آنچه که در واقع امنیت مردم افغانستان مهم است، صلح مردم افغانستان، منافع مردم افغانستان و بالاخره آنچه که الگوهایی که باید ملی افغانستان را تامین میکنه و مشارکت سیاسی مردم افغانستان را از تمامت خواهی و انحصار قدرت در افغانستان مردم خسته شده و هر کسی که در افغانستان آمده انحصارگرایی کرده، ماندن گروه طالبا و همتن حکومت 19 سال پسین، اینا همیشون سبب شده که نارضایتی های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در واقع تضادها بیشتر شود. پس بنابراین فکر میکنم که نشست، نشست مشارکت همگانی گروه ها و اقوام و احزاب سیاسی خواهد بود و در اینجا کشورهای پشتوان این گروه ها هم فکر میکنم بالایشان فشار میارن به هر ترتیبی که میشه سر یک چارچوب توافق صلح اینا بالاخره
همسو شوند، توافق میکنند تا یکی زمینه ها برای گفتمان های بیشتر که نتیجه نهایی روند صلح هست که مسئله انتخابات هست یا فرزن مشارکت همه گروه ها در دولت آینده است، حکومتی که در واقع در اونجا همه در اون خود ببینند، هیچ کسی انحصار قدرت نداشته باشه، تمامیت خواهی نداشته باشه و خواست همه اقوام گروه های سیاسی در اونجا مطرح باشه، تقسیم قدرت صورت گرفته باشه و حتی مدل های حکومت داری هم که در اینجا از سوی بعض جریان های سیاسی مطرح شده، اونا هم فکر میکنم که رای حل به عنوان گزینه های رای حل خواهد بود تا ای که جغرافی سیاسی افغانستان، ملت وحدت ملی افغانستان، میان ملت افغانستان تمثیل پیدا بکنه و گروه هایی که افزون خواه هستن در واقع مشارکت سیاسی رو قدرت از دای سلاح و تفنگ مانند گروه طالبا و اینا میخواین اینجا دیگه بس از مردم صلح میخواه، در اینجا بیشتر مردم نمیخواین که از طریق میل تفنگ بیاین قدرت بگیرن، در اینجا فکر میکنم که همه کشورهای حامی طالب ها و دولت افغانستان و منافع مردم افغانستان گروه همه خواهان عزیزن که از رای سیاسی قدرت به دست گرفته شوه و این بهترین گزینه است تا ای که از رای جنگ و از رای خشونت و از رای انتحار و انفجار، اینا رای حل نیست. پس بنابراین آنچه که پیش بینی میشه، آنچه که در واقع اخبار کشورها رسانه ها میگن، موضوعگیری های خود را دیپلمات ها کشورها مطرح میسازن، فکر میکنم که خیلی سرنوشت ساز خواهد بود و انشاءالله که یک صفحه جدید در تاریخ سیاسی افغانستان باز خواهد شد که بیشتر ظلم و مظالم و جنگ و خشونت اینا رخ بربنده و انشاءالله که یک رای نو و رای صلح و امنیت و وحدت ملی و اتحاد و همبستگی و مشارکت همگانی اقوام و احزاب و گروه ها در اینجا تمثیل پیدا بکنه، مستاق پیدا بکنه تا اینکه ما به یک صلح واقعی، صلح عادلانه، نه صلح یک طرفه، نه صلح معاملاتی که کشورها و بالاخره گروه هایی که وابسته به کشورها هستند یا بالاخره کسانی که قدرت را به نحوی انحصار کردن و فکر میکنن که در افغانستان همکاره هستند، اینا باید از این خودخواهی های خود بگذره، در واقع تن بدن به خواسته های همه مردم، آنچه که منافع مردم، عدالت ایجاب میکنه، واقعیت های عینی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی افغانستان ایجاب میکنه، به تن بدن تا ای که ما یک صلح پایدار، صلح واقعی را که مبتنی بر عدالت باشه، مبتنی بر حقوق حقی همه جنان های سیاسی و گروه های اجتماعی و اقوام بوده باشه در افغانستان صلح بیاید، انشاءالله ما در کنار همه کشورهای اسلامی، کشورهای آزاد مستقل در واقع زندگی بکنیم، ترقی بکنیم، امنیت داشته باشیم، صلح داشته باشیم و خوشبخت باشیم انشاءالله. الهی آمین. نشست استانبول یا ترکیه آگاهان میگه که نشست بنواری خواهد بود و قبولانده خواهد شد بالای کسایی که در اون نشست اشتراک میکنه. دید شما چی هست؟ ما این فکر میکنم که واقعیت همی است، رد نمیکنم. بله، همی که از تاریخ یک هفته به قبل در واقع تحلل و صورت گرفت یا بقب افتید این روز کنفرانس یا اجلاس استانبول ترکیه، بدون شک کمی است که فشار لازم بالای حکومت افغانستان که نمیخواد به نوعی سر رای صلح سنگ اندازی میکنه، عمدتا گروه مشخص منظور ما رئیس جمهور است و تیمش است و همینطور گروه تمامیت های خشونتگر به نام طالب و کسان دیگی، اینا نمیخواین، در واقع میخواین که یک کتاس میدان باشه، قدرت را بگیرن، چی اینا قدرت را حفظ بکنن، چی اونا بخواین از گروه طالبا قدرت از روی جنگ و خشونت بگیرن، یعنی تمامیت خواهی بکنن. فکر میگم که احزاب سیاسی همه در مجموع مثلث یا مربعی که در اینجا گروه های عمدتا داخلی گفته میشه با پشتوانه های بیرونیشان اینجا فکر میکنم که با فشار لازم آورده خواهد شد تا یکی در یک چارچوب کلی که در واقع منافع همه، رضایت همه طرف ها در اینجا حاصل بشود و صلح که مردم افغانستان تشنه از او هستند، انتظارش دارند و به معنی واقعیش تامین بشود و این انشاءالله رقم خواهد خورد. و بازم فکر میکنم برمیگرده به حامیان بیرونی دولت افغانستان و گروه طالبا که در واقع در اینجا طرف های اصلی حامیان بیرونی هستن که حرف اول را می زنن. در قدم دوم فکر میکنم که همپذیری و همگرایی چی دولت مردان افغانستان بوده باشه و چی گروه های سیاسی و احزاب جهادی، احزاب مطرح در افغانستان
و همچنان گروه طالبان که گروه خشونتگرا و جنگی نظامی هستن فعلا و اینا بیان به روند سیاسی بپیوندن، فکر میکنم که در اینجا واقعا نتیجه خواهد داد و نتیجه هم مردم افغانستان بدون شک انتظار دارن و این بدون از واقعیت نیست، بدور از واقعیت و در آسمان ها نیست، در زمین هست، به شرط از این که حکومتداران یا دولت مردان افغانستان مانند آقای اشرف غنی و تیمش بخصوص و همینطور گروه های سیاسی دیگه بخصوص گروه طالبان از افزون خواهی خود بگذرن و همچنان اقوام و مطرح افغانستان بالاخره گروه های سیاسی همه باید به زبان و قوم و نژاد و هویت هم دیگر احترام بگذاریم، قبول بکنیم، در شای وجودی هم دیگر باید از قناعت داشته باشیم، بپذیریم یک دیگر تا اینکه صلح اجتماعی، صلح اقتصادی، صلح فرهنگی در واقع زمین اساس صلح سیاسی در افغانستان، زمین اساس صلح نظامی است که اینه از گروه های نظامی از صلاح از تفنگ دست بردارن، بیان از طریق سیاسی، از طریق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی صلح بکنن، قدرت در افغانستان به درست بگیرن تا اینکه در یک تعامل مدنی و اجتماعی در واقع در کنش و واکنش های اجتماعی سیاسی و مدنی مانند کشورهای دیگه ما کشور افغانستان کشور اسلامی بوده باشیم و جغرافیای خود را، هویت ملت خود را، منافع خود را در واقع حفظ بکنیم و این را به معنای واقعیش تمثیل بکنیم که ما شهروندان افغانستان، مردم افغانستان توان از این را داریم که جنگ بکنیم در برابر بیگانگان، در برابر افزونخواهان در واقع انحصارگران قدرت و همینطور توانای صلح هم داریم، گرای صلح هم داریم که بیاییم هم دیگر بپذیریم به عنوان اقوام شریف مرتبه در افغانستان بالاخره و گرد یک میز بشینیم، حرف هم دیگر بشنویم و به حقوق هم دیگر احترام بگذاریم و بالاخره به یک چارچوب کلی صلح سر یک حکومت نو و هر گزینه مطرح و ممنوع مطلوبی که در واقع عدالت تامین شود، حقوق شهروندان تامین بده باشه، در واقع حقوق اساسی در چارچوب قانون اساسی گرفته شده در نظر گرفته شده و بعض مواد قانون اساسی که باید تعدیل شود در واقع و بالاخره هر گزینه ممکن دیگه که همه اقوام، گروه ها، احزاب، جریان‌های های سیاسی در اونجا حق خود را، حضور خود را در اونجا ببینن و بالاخره بالای این چارچوب صلح بکنن و انشاءالله فکر میکنم که بدور از واقعیت نیست، بدور از انتظار نیست، قابل قبول بوده باشه و این انشاءالله آمدنی هست، مردم افغانستان اینجا انتظار دارن و من به عنوان یک شهروند آگاه انتظار از این دارم و خوشبین هستم به عنوان یک شهروند انشاءالله. خیلی خوب، در اخیر 30 ثانیه فرصت داریم اگر حرف باقی مانده باشه. تشکر. پیام ما برای رئیس جمهور است، تیمش است که به نحوی گروه هایی که میخواهد تطمیشون بکنه با گذاشتن چوکی ها و هر گزینه دیگه امتیاز برشون بده تا اینکه قدرت خود را حفظ بکنه و جنگ دوام داشته باشه. این راه حل نیست. رئیس جمهور باید از قدرت اگر خدا نخواسته انشاءالله که جنگ به صلح تبدیل شود از قدرت با کنار برود، گروه نظامی خشونتگرا به نام طالب از هر کس دیگه هم از اینا باید از افزونخواهی و تمدخواهی خود پا بکشن، بیان از خودگذری بکنن و همچنان گروه های سیاسی و جهادی دیگه مطرح هستن، اینا باید به حق و حقوق هم دیگر ترامپ بگذارن به خاطر منافع مردم افغانستان، به خاطر ملت مسلمان افغانستان، به خاطر پایان دادن جنگ 42 ساله افغانستان، هر گزینه‌ای که میشه گزینه ممکن مطلوب و معقوله که عدالت تامین بشه، خواست مردم افغانستان تامین شوه، باید تن به تن که انشاءالله ما جنگ را تمام بکنیم و صلح را تجربه بکنیم و روزش داشته باشیم و این به معنای واقعیش در عمل ببینیم. الهی آمین. همه آرزوی افغان ها امین است. سپاسگزاری میکنیم آقای بهادین بخوی استاد دانشگاه از حضورتان به برنامه. ممنون. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین. انشاءالله موفق باشین و به امید صلح سراسری و واقعی و عدالت اجتماعی در افغانستان. ممنون. تشکر از بیننده ها. بعد از وقفه کوتاه ادامه ارمغان صاف فراموش نکنید. We'll be right back.